حوزه امن یا کامفورت زون اونجایی که من دارم الان توش زندگی میکنم، الان هستم توشم. خب بعد فکر میکنم که جایی که من توش امنیت دارم فقط و فقط به یه دلیل، برای اینکه من جای دیگه نرفتم. اوکی؟ یعنی چیز دیگر رو تو از خارج از اون حوزه امتحان نکردم، ولی تصویرش رو دیدم. اتفاقا قبل از شما داشتم با یکی از کانتام جلسه داشتم، به من میگفت این حوزه امنه، میگفتم ببین تا حالا دیدی خیلی هم میزربل و در رنج بود تو اون حوزه. بعدش گفتم تا حالا دیدی مثلا یه ابر خیلی سیاهی توی مثلا تو اون قسمتی که تو هستی، مثلا من الان اینجا میرم تو خیابون، خب یه ابر سیاهی بالا سرم شروع میکنه بارون باریدن، قیامت سیل میاد. خب و من میگم خب اینجا جلو در خونمه دیگه، اینجا ات اوکی، حالا معلوم نیست برم جای دیگه ببینم چی میشه. بعد بالاخره بجامم تکون نمیخورم، میمونم اونجا، میشم خیس آب مثلا ها، ولی چون جلو در خونم. و یکی از دوستان من زنگ میزنه میگه چه خبر، عجب امروز هوای خوبیه، میبریم پیاده روی؟ میگم یعنی چه هوای خوبیه، مثلا تو پایین، مثلا تو داونتاونی چقدر؟ میگه بابا اینا آفتاب عکس میفرسته. بعد من میگم ای یعنی از زیر این ابر بری کنار یه اتفاق دیگه قرار بیفته، و من فکر کنم ممکنه بدتر. اینجا حوزه امن من بوده، با وجود اینکه همیشه اینجوری نیست، ممکنه یه موقع واقعا اونجا بدتر باشه، ولی من که نمیدونم. اینه که گفتی مثال جالبی به ذهنم رسید از زنانی که در، یا کلا افرادی که در روابط خشونت ها میزن چون خو گرفتن. پس آیا من درست میگم که اون امنی که ما میگیم منظورمون اون خو گرفتن ما و شناختن اون، میگه حالا این شوهره منو کتک هم میزنه، بالاخره من میشناسمش، میدونم چقدر کتک میزنه، کیا کتک آره. میزنه، چه جوری کتک میزنه. آیا این تجربه دقیقاً، این در واقع حوزه هم تجربه زیسته ماست. یعنی اون جاییه که من، حالا اونی که شما گفتید ورای خیلی چیزای دیگه میره، برای اینکه اون آدم نمیدونه از اون خونه بیاد بیرون چه اتفاقی براش میفته، آیا خودش خیلی وقتا آدما نمیدونن که لیاقت بهتر زندگی کردن رو دارن، خیلی وقتا نمیدونن که امکان اینو دارن که مستقل باشن. وقتی من با این، حالا توی اینجا ویمن شلتر هست، وقتی من باشون کار میکنم اکثرشون میگن که نه من نمیتونم درآمد داشته باشم. بعد بهش میگم مثلا خب مگه تو چقدر از طریق این مرد درآمد داری؟ میگه هیچی، فقط پول خوراکم میده، همین اتاقی که توش هستم. بعد وقتی همه رو میارم براش، از اون حوزه هم میریم بیرون، میرم براش مینویسم که مثلا تو اگه مینیمم رج کار کنی، هفته 5 ساعت کار کنی، این درآمد خواهی داشت، خودت و بچه تو میتونی ببری توی یه اتاق امن، باورش نمیشه. برای اینکه حوزه امن انقدر با سمانه جان یه کانسپتی وجود داره به نام باورهای محدود کننده، limiting beliefs. من اصلا یه اپیزود پادکست دارم، به همه شنونده های بچه های این لایف توصیه میکنم که برید اونو تو پادکست گوش کنید. من اونجا قشنگ در دیتیل توضیح دادم که چطور میشه که باورهای محدود کننده ما، limiting beliefs ما، میشن راننده زندگی ما، میشن خلبان ما، و هر چیزی ورای اون باورها برای ما ترسناک میشن. ورای اون باورها باعث میشن که ما حتی نتونیم تنفس کنیم، و اون باورها بالای 99% به هیچ فکت و واقعیتی وصل نیست. یعنی انگار شما یه خونه داری رو آب، اصلا ریشه نداره، هیچ جایی فاندیشن نداره. میدونی فاندیشن چی میشه؟ بیس، نه اونا چیزه، زیرسازی نداره، هیچی نداره، اینجاست. برای همینه که من همیشه توی پادکست هم با کلاینت هم کار میکنم میگم معجزه قلم و کاغذ، بنویسید که what's going on here، اینجا سر چی میگذره. بعد هر کدوم رو بنویسید که بین 1 تا 10 این چه وزنی داره، و چقدر از این وزنی که من دارم میدم میگم مثلا 7-10 مرگه این هفته. خب آخرین باری که تو در این شرایط قرار گرفتی و دچار مرگ شدی کی بوده؟ آخرین آدمی که شناخته مرده با این شرایط کی بوده؟ ببین 99% هیچی وجود نداره، فقط اینجاست. من شما که تو ماجرا داشتی از مثال خودت میزدی، آره. من چند نفر مشورت کردم، من اینو به عینه تو خیلی چیزا دیدم، ما تا مادامی که دیتیل حرکت خودمون رو در نیاوردیم بهتر مشورت نکنیم. یعنی من وقتی میام با شما راجع به چیزی مشورت میکنم، شما اولین کار میکنی اصلا مستر اون کار باشی، یا مثلا من میخوام برم خونه بسازم، تو مستر بیلدر، اصلا یه بیلدر باشی. خب اولین کاری که میکنی چون من اومدم با تو مشورت کنم، مسئولیت پذیری تو ممکنه باعث شه که تو ترس ها تو، بدترین تجربه ها تو اول به من منتقل بکنی. چقدر درست میگی، دقیقا بدون اینکه من جوانبش رو سنجیده باشم.
میدونی مثلا شما میای به من میگی من میخوام کانال یوتیوب بزنم، پادکست بزنم، من میگم با پادکست زدن سامان جان باید بدونی تو بچه داری خیلی، حالا من نوعی، من که اینا رو الان دیگه یاد گرفتم میدونم، ولی مثلا تو باید بدونی چقدر وقت بذاری اینجوری باید بکنی، چه دوربین باید بشینی آرش باید بکنی، همه رو بهت میگم بذار همه رو بدونه بعد تصمیم بگیره. خب وقتی شما هنو نمیدونی که تو روز چند دقیقه چند ساعت تو هفته میتونی بیشتر وقت بذاری، به مجرد که من اینو بهت میگم بعد زیاد وقت بذاری، چون دقیقاً چون زیاده، این همون حوزه امنه، چون زیاده عدد نداره ملموس و تنجبل نیست، تو سریعا از درون فرو میریزی. ولی به مجرد که قبلا نشسته بودی نشوشی، من تو هفته میتونم اینقدر زیاد توقف بزنم، بعد همونجا میگه ببین زیاد یعنی چقدر، من تو هفته دو ساعت دارم، از این بیشتر میشه؟ من میگم نه دیگه بابا، هفته دو ساعت که خونه پرشه و دیگه اون حوزه امن شما نمیدن. اوکی چه جاله. تازه من بسکه سناریو رو به شما گفتم، کیس من این بود که شما میری با یکی که تجربهش رو داره متخصص صحبت میکنی. حالا بگذاریم از این که من به وجود که با متخصص صحبت میکنم، there is lots of conflict of interest، skin in the game یعنی پوست در بازی، یعنی ممکنه من مثلا بگم منافعمون در تضاد باشه در واقع. آره. این بابا مثلا اینم یه یوتیوبر دیگه میخواد اضافه بشه. آره یه حالا حالا فکر کنم واقعا میخوام برم یوتیوبر بشم، نمیخوام. حالا بهش چش کن داره به چدون مایس سرمون میتونی. حالا من که اصلا یوتیوبر نیستم، ولی حتی پادکست ببین یه چیزی، یک اولین پادکستر ایرانی ما آقای علی بندریه، رایت که کست باکس و بی پلاس رو دارن و من واقعا برشون خیلی احترام دارم. چرا؟ هر بار تو هر مصاحبه، تو هر کدوم از پادکستش، تو هر کدوم از یوتیوب ویدیوهاش صحبت این ماجرا شده، گفته فقط شروع کنی. ما پادکستر ایرانی خیلی کم داریم، فقط شروع کنی، نترسید. حتی یه ویدیو درست کرده گذاشته توی وبسایت وی پلاس که چطور پادکست ایرانی بسازیم. چه جالب. میدونی؟ یعنی اینی که ما آدما رو اینکوریج کنیم، تشویق کنیم بدون اینکه ترسامون رو بهشون منتقل کنیم. اما خب همه که این توانایی رو ندارن. همه نه این توانایی رو دارن. پس مسئولیت کیه؟ مسئولیت من سلمان که میخوام برم سوال بپرسم. اول ببینم خودم. اصلا میدونم سوالام چیه یا همینجوری برات میخوام برم بگم راستش من میخوام یه پادکست بذارم. نظر تو چی؟ دقیقاً. ورسس که به جاش بشینم بگم خب من میخوام یه پادکست بذارم. راجع به چی میخوام صحبت؟ من همیشه میگم هر قبل از اینکه برین از آدمای دیگه سوال کنین، بنویسید. که دیگه بر نگیدیم بگیم راستی من دوتا سوال دیگه هم دارم. برای هر سوالی هر جوابی اومد تو ذهنتون، سوال اون جوابم بنویسید، یعنی دیتیل، یعنی ترساتون رو بیارید رو کاغذ. خیلی هاشو خودتون میخونیم میگی با دیگه من دیگه بچه شدم اینا چیه اینجا. درسته. خیلی هاشم خب میگی نه مثل که به نظر میرسه این ترس معتبریه، پس بذار من بیشتر راجبش جستجو کنم. سلما در باره حوزه امن صحبت کردیم، پس حوزه امن در باره صحبت کردیم که اون حوزه یه که در واقع نه که امن باشه، ما بیشتر درش راحتیم چون میشناسیمش، باهاش خو گرفتیم، باهاش راحتیم و به همین دلیل بیرون اومدن ازش سخته، چون که خب راحتی هامون داره به هم میخوره دیگه. تمام اینجا رو بس درست کنیم، ما فکر میکنیم راحتی ما. آره نه الزاما راحتی. داره نگاه میکنه، وقتی یکی از بیرون نگاه میکنه میگه این بیچاره میتونه بیشتر از این تو رنج و عذاب باشه. اونجای منه، من زیر بارونم، سیل داره منو میبره ها، ولی میگم بابا حالا کجا پاشم برم جای دیگه، شاید اونجا بدتر از اینجا باشه. آره. یعنی با باور برامون برای پس همین چرا برامون سخته بیایم بیرون؟ تو بگی یه چیزش اینه که حد میزنیم شاید بیرون بدتر باشه. پس یکیش اینه که ترس از اینه که بیرون آنان میگن، ترس ناشناخته است. اوکی. مبادا که بدتر باشه. خب دوم اینه که مثلا شما فکر کنی که وای نکنه که هیچ کس پادکست منو گوش نکنه. خب تا مادامی که دوتا اپیزود ندی که نمیدونی که کسی گوش میده یا نه. نکنم منو مسخره کنن. خب چقدر چانس مسخره کردم بود. من چه میدونم هر چیزی که بگی. یکی دیگه اینه که ترس از شکسته. نه. و این به نظر من برمیگرده به کودکان معصومی که در درون ما هستن و ما فکر میکنیم که من اگر از سمانه یه سوالی پرسیدم آیا شروع شد، جوابش باید حتما آری باشه. بگم
نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من بیارزم، من بیلیاقتم، همینا. در حالی که من میدونم من ممکنه یه کار رو یه تلاشی بکنم، چون یه قهوه درست کنم، ممکنه بسوزه، ممکنه خوب بشه. آره. در دولت یه ذره ملموسترش بکنیم. من میدونم البته پادکست ساختن هم احتمالا نیازمند یک سرمایه اولیه است، بالاخره شما یه میکروفون رو بگیری، نمیدونم یک کار یه ذره ما ببریمش توی فضای کارآفرینی یه ذره فراتر از اصلا برو با همون پادکست بگو چرا شما اینو از کجا آوردی میکروفونو؟ من مثلا گفتم نه حالا میگه به خاطر همین بریم تو فضای کارآفرینی که طرف به هر حال برای اینکه کارآفرین بشه بیزنس خودش رو راه بندازه یک سرمایه اولیه احتمالاً نیاز داره. نه این احتمالاً بیسان هیچ اوییدنس و شهودی نیست. اوکی الان شما این دقیقاً همون باور متکن است کی شما دقیقاً الان این هم منم که دارم الان هر کسی که ایجالش هست میخواد شروع کنه همه اینو انداختم این نه کارآفرین سرمایه داشته باشی نه مگه صد اومده عهد بوق الزاماً همه چی احتیاج نداره و یه چیزی زیاده باشه پادکست میشه با میکروفون گوشیت بری حالا آره به خاطر همین میگم از پادکست بیام بیرون حالا من چون میام چون وقتی که داریم در مورد زنان کارآفرین صحبت می‌کنیم برام داریم یه بخش خیلی بزرگتری رو در نظر میگیریم دیگه حالا با مثال ما شدش پادکست حالا من همینجوری یه چیزی بگم یه سوال خوبی کردی بذار این پاسخ اینو بدم شاید به درد خیلی از خانوما به خصوص بیفته خانم آقا نداره به نظر من هممون در یه جایگاهی نیاز داریم من مدرسه کوچینگ تونی رابینز درس خوندم تونی یه جمله خیلی خوبی میگه که من به دردم خیلی خورده میگه don't look for resources be resourceful یعنی هی دنبال منبع و جا و سرمایه نگردید از آنچه که همینجوری تو زندگیتون وجود داره استفاده کنید خب از آدمایی که تو زندگیتون وجود دارن استفاده کنید مثلا من الان یه خانومم میخوام اصلا لغت کارآفرینی هم یه چیز بزرگی میخوام آقا کار خودم رو راه بندازم 2000 پول دارم 2000 پول دارم اصلا اینجوری نگاه کنیم ها بعد میگم که خب من برای این کار به چند نفر آدم احتیاج دارم به جای اینکه بگم وای مثلا پایه حقوق این مثلا چه بدونم فلان پوزیشن فلان چیز موقعیت شغلی اینقدر من نمیتونم استخدامش کنم اول نگاه کنم به یک عالمه زنی که خانومی که بیکارن و بال میزنن که یک سکیل یاد بگیرن یا مهارت یاد بگیرن یا از اون کارشون یه حرکتی بکنن خب بهشون میگم بیا از الان شروع کن با من اونا رو این رول میکنم اونا ریسورسفولن اونا رو میارم تو کار میگم بیا فعلا 2 ماه 3 ماه تو که الان همینجوری نشستی داری آسمون خدا رو نگاه میکنی نه کار داری نه درآمد داری خب بیا از این زمانت درست استفاده کن با من سرمایه گذاری کن از زمان و انرژی و مهارتت ببین چقدر فرق میشه بعدش که به سرمایه به نتیجه رسید بعد دوتایی با هم میریم جلو ستایی با هم میریم جلو این یعنی چی؟ یعنی من به جای اینکه دائم دنبال منابع بزرگ و لازم و پرفکت و کامل باشم از آنچه که وجود داره و نشسته همینجور تو پارکینگ از اونا استفاده میکنم خب آیا اون تو موقعیتی که ما در اون فضای حوزه امنمون هستیم چقدر سخته که این منابع رو شناسایی بکنیم چجوری منابعمون رو شناسایی بکنیم چون بالاخره من میخوام از حوزه امنم بیام بیرون میخوام یه کاری نه از حوزه امن لازم نیست بیای بیرون فقط باید باورهای محدود کننده تو شناسایی کنی بعد ببینی که ببین الان من اصلا نمیخوام به شما بگم چرا اینجوری فکر میکنی یا نمیکنی ولی ببین ناخودآگاه چقدر باور محدود کننده میاد یعنی ما اول موانع رو میبینیم مثلا اینجوری میتونه این کار سخت باشه چرا من یا تو مثالی که من داشتم میزنم مثلا سرمایه نیاز داره ممکنه سرمایهشو از دست بده نمیدونم قرض بکنه به قرض بیفته پس اولین چیز همینه که نه باور محدود کننده باور محدود کننده مونو چجوری باشیم کنار بیاریم از کجا فهمیم اینا محدود کننده است یا پایه بر پایه واقعیته برای اینکه ببینیم که آخه نفر دفعه آخری که من این کارو کردم اصلا دنبال بگردیم دنبال واقعیت بگردیم که اثبات کنیم باورمون واقعیت داره مثلا الان اولین چیزی که شما گفتی چیه که پادکست میکروفون میخواد خب آخرین باری که یکی با گوشیش صداشو ضبط کرده کسی به حرفش گوش نداده کی بوده ببین میخندی ببین 100% آدمایی که من اینجوری باور محدود کنندهشو شناسایی میکنم همینجا به خنده ما ختم میشیم میگه خب رو چه حسابی داری این کار با خودت میکنی میدونی چرا عامل چهارم مانع چهارم پرفکشنیزمه کمالگرایی آره تا میکروفون استودیو نداشته باشم پادکست نمیسازم آقا من سلماز استودیو ندارم تا حالا 3 تا میکروفون عوض کردم آخرش هم به بیسیک ترینش رسیدم پادکست من بالای فقط توی یه اپلیکیشن بالای 3 میلیون ویو چیز خورده دانلود خورده چرا؟ برای اینکه تمرکزم از آن چیزی که فکر کنم باید پرفکشن مثلا من تیمم از من پرفکشنیست ترم
من که اصلا مهم نیست، بدیم بره اب نداره، بزن با ایراد بره، ولی من کامل هم. اصلا کامل وجود نداره. اونا هی زق 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 صد ساده میخوام هم. من میگم از اونجا تمرکز تو بردم، بذار رو آن چیزی که به دردت میخوره، سروت میکنه و کمکت میکنه. اپیزود اول پادکست من چیزی که 2 سال قبل از شروع پادکست من ضبطش کرده بودم بدون میکروفون و فقط به اینکه به خودم ثابت کنم، میتونستم دوباره ضبطش کنم، نکردم. گفتم برای اینکه تو به خودت ثابت کنی باورهای محدود کنندت و این پرفکشنیزم چه بلایی میتونه سرت بیاره، بعد اونو بذاری. بعد اتفاقا برو اگه بری نگاه کنی تو اپلیکیشن ها، اون از همه بیشتر ویو خورد. پرفکشنیزم یعنی چی؟ اینو از اینجا همین پرسش یعنی... میخوام کاملا باهاش کمالگرایی. من احساس میکنم که این روزها کمالگرایی یه جوری مثلا یه پوزی هم شده. مثلا من چون خیلی آدم کمالگرایی هستم، این خاطر مثلا فلان کارو نمیکنم. من به عنوان کسی که در بسیار گذشته بسیار بسیار دور کمالگرا بودم، الان دیگه هیچ، واقعا وقتی میگم گذشته دور مثلا شاید 10 سال پیش، چون واقعا ناچار شدم خودم رو بکشم بیرون از اون شرط، الان اینجوری هم که دقیقا همون چیز که تو میگی بدیم بره، کار را بندازم بیشتر، این کار بر را بیفته کامل. پس تو عملگرایی. That's it. خب حالا ببینیم، خب وقتی میگیم حالا من برای چی میگم ما نمیتونیم با پوز بگیم من کمالگرا، کمالگرا بودم به این معنی که من میخوام به کمال برسم نیست. به چه معناست؟ به چه معناست؟ یک کمالگرایی یعنی توهم گرایی. چون چیزی به نام کمال کامل بودن وجود نداره. شما الان کامل ترین، بی نقص ترین چیزی که تو ذهنته به من نشون بده، یه میز بچین از اونور اونور همه چی رو چک کن، من باز میام یه ایراد پیدا میکنم. آفرین. هر کسی که سینه‌شو بده جلو بگه من کمالگرام، یعنی دنبال توهمه، یعنی دست، یعنی رو ابراز پاش رو زمین نیست و هیچ کارو از ای تا زی نه بلده، نمیتونه کامل انجام بده، نمیتونه انجام بده. کمالگرایی یعنی این. کمالگرایی یک ترسه که عمیقا ریشه‌اش رو کمبود عزت نفس ماست. من خوب نیستم، من کامل نیستم، من ارزش ندارم، پس من باید انقدر یه چیز رو کامل خوب انجام بدم که ایرادای تومم بپوشونم. آدمی که دنبال یعنی کمالگرایی یعنی پوچ ترین چیز، یعنی چیزی که توش توهمه چیکار میکنه؟ هیچ کاری رو درست نمیتونه انجام بده، نمیتونه شروع کنه، نه به پایان میرسونه. من کسی رو دارم که الان یه بیزینس داره، مثلا 15 ساله داره یه کار رو میکنه، هنوز هیچ کارش انجام نداده چون همش دنبال کمالگرایی. 15 سال. برای میدونی برای چی؟ برای که تو نمیتونی چیزی که وجود نداره رو انجام بدی. تو توهمو نمیتونی به واقعیت تبدیل کنی. اون توهم وجود نداره. من الان یه 5 دقیقه وایسمو ضبط کنم بگم دیگه این بهتری رو باور کن شده ها. من یه پستی بوده مثلا زمان انقلاب مهسا، مثلا 100 تا روش کار کردم، آقا گذاشتیم پست رو رفته بودم بعد مثلا 20 ساعت هم روش کار کردم، یه سوتی گنده قلمبه توش در اومده بیرون. بر همین من یاد گرفتم انجام بده، بده بره، بذار ایراداشو بقیه پیدا کنه. اوکی. آره. ولی بذار بره تو دنیای بیرون. پس یادمون باشه اگر لغت کمالگرایی رو به عنوان یک مدالی به گردنمون داریم، اون پوچه توش. به مجاهد که به من میگه میدونی سامان جون آخه من آدم کمالگرا، میگم خب پس تو هیچ عملی نداری دیگه. تو اکشن نداری، پس بیا برگردیم بریم، پس بیا بریم پایه های اکشن تو درست کنیم. ما تو از کمالگرایی به اقدام برای عمل باید ببریم و علتش هم اینه که تو lack of confidence، نداشتن اعتماد به نفس و حرمت نفس. من وقتی اونجا که نداشته باشم به اندازه کافی، اصلا حاضر نیستم خودم بذارم بیرون، چون همش نگرانم همه قضاوتم کنم، چون خودم همش دارم خودم رو قضاوت میکنم. از ترس این که مبادا کاری که میکنیم کامل نباشه، یا از ترس اینکه بقیه بفهمن ما کامل نیستیم، مبادا که ایراد داشته باشه. کی گفته که نباید ایراد داشته باشه؟ من انسانم، من همه وجودم پر از ایراده. مهم اینه که هر روز یه قدم برای برطرف کردن ایرادا برم جلو و تا مادامی که اقدام نکنم از اون حوزه امنی که واسه خودم درست کردم تو قالب کمالگرایی بیرون نیام، امکان نداره. میگی به ما به فارسی چی داریم میگیم؟ غلطه چی دیکته ننوشتن؟ ننوشته غلطه. خب اینو گفتم. یک علت دیگه اینی که من از حوزه امنم بیرون نمیام میتونه این باشه که نگران اینم که ریجکت بشم، رد بشم،
نگران اینم که دنیای بیرون اون جوری که من فکر میکنم درسته منو تایید نکنه. خب و به خاطر همونه که میگم همینجوری که هستم بذار باشم. من میدونی چقدر زنانی رو باشون کار کردم فقط برای اینکه یه لیبل متعلقه بهشون نخوره، حاضرن توی یک ازدواج مخرب بمونن، هیچ قضاوتی روشون نیست. برای اینکه اونجا جاییه که باید رو خودشون بیشتر کار بکنن، ولی به مجردی که یه بند و یه تناب از پاشون میبرن تازه میفهمن چه از زندگی میتونه قشنگتر بشه. ببین ما معنی این حرف بدیم معنا مفهوم نیست که هر زنی با هر شرایطی اگه توی یک ازدواج مخرب باید بیاد بیرون. نه، ما باید همیشه جوانه رو بسنجیم، ولی وقتی داریم جوانه رو میسنجیم باید نگاه کنیم چی رو داریم میدیم، چی رو داریم نگه میداریم. و آیا 10 سال دیگه من برمیگردم به خودم یه چیز دیگه که منو میتونه کمک کنه توی از کامفورت زون حوزه امنتون بیاین بیرون، یا حداقل فرصت های بیرون رو ببینین، که نگاه کنین اگه من 5 سال دیگه به امروزم نگاه کنم، اگه 5 سال دیگه به امروزم دوست دارم کجا چیکار کرده باشم. من بلماز 5 سال دیگه دوست داره کج، من همیشه اینا ببین قرار نیست که من ماراتون برم خودم بکشم 1000 تا موفقیت و دستاورد داشته باشم. قراره وقتی برمیگردم عقب بگم سوموس دمت گرم، با زندگیت حال کردی، با بچت وقت گذروندی، درست پذیرفتی که یه سری چیزها رو باید قربانی کنی بدی برای اینکه یه سری چیزها رو بگیری. یه چیز دیگه هم که بگم قبل از که شما سوالاتو بپرسی که من نوشتم حتما راجبش صحبت کنم، تراماهای گذشته است. یکی از علتهایی که ما حاضر نمیشیم که از حوزه امنی که بر خودمون ساختیم بیایم بیرون، تجربه ها و تراماهای گذشته است. حالا میتونه اکیومولیت تراما باشه که تراماهای جمع شده از نسلهای قبله، ترسایی از والدینی که به ما منتقل میشه، یا میتونه تراماهای خودم باشه. من یه بار تصمیم گرفتم مثلا بیام بیرون، خانواده همسر اومدن دنبالم، این کار کردن، بچه ازم گرفتن، اینجوری شد، من بکاپ مالی نداشتم، پوستم کنده شد، دوباره برگشتم تو اون زندگی. یا دوستم این کارو کرد، جاریم این کارو کرد، قشنگ تیکه تیکه پوستشو کندن، سلاخیش کردن، پس من نمیخوام. حالا من برای آدم، برای کسانی که چه زن چه مرد، چون الان مردان زیادی هم دارم باشون کار میکنم که همونجور تو ازدواجایی گیر کردن که نمیتونم بیام بیرون، چرا دروغ، چرا همه همینن، بالاخره این اتفاق میفته. ولی اون چیزی که من بهشون میگم، میگم خب الان چی مانعته، الان برای اینکه اقدام کنی چی مانعته، میگه اکثرا استقلال مالی. میگم خب اگه بخوای برای 2 سال آیندهت برنامه‌ریزی کنی که 2 سال دیگه بیای بیرون، بعد چیکار کنی؟ بعد حرفه یاد بگیری، مهارت یاد بگیری، یاد بگیری آنلاین یواشکی کار کنی، چجوری میتونی پول داری، چی داری بلدی که میتونی به یک تنابنده دیگه رو کره زمین آنلاین یاد بدی پول بگیری. بعد اصلا یه دنیایی از فرصت ها میاد جلوی چش آدمو. خب بعد وقتی ببین سمجا الان تمومش میکنم، شما سوالاتو بپرس، ببخشید دارم زیاد سوال کردم. اون جایی که اون لحظه ای که من میگم واو یه چراغ ته تونل سیاه بر من روشن شد، یه سوسوی امیدی اومد، اونجاست که دستم بزنم به زانو میگم بذار پاشم امتحانش کنم. ولی اگه تای تونل ببینم یه چاله است، دوتا آدم وایستادن با چاقو به من بزنن، هیچ کنم واقعیت نیست. اینجاست تصورات اون وقت که نمیتونم، ولی به مجرد که فکرم خب من 2 سال، خب 2 سال دیگه بهتر است که 2 سال دیگه بگم من هنوز اینجا، من چی خوابم بکنم. این یک روحیه میده، یک به این ترسه یه حال بهتری میده. ولی لحظه که من تصمیم میگیرم به سمت ته تونل حتی پاشم حرکت کنم، بهتره با کسانی که ممکنه انرژی روانی منو تخلیه کنن صحبت نکنم. کسایی که نمیتونن کمکم کنن و فقط من میخوام خودم رو خالی کنم، بنویسم رو قلم و کاغذ، بنویسم، شیر نکنم، ببندیم اینجا رو ببندیم، بذاریم وقت رسیم ته تونل ببینن بگم باری کردم. اینو گفتی من یاد این افتادم که من به اندازه انگشت های دست و پای خودم و خودت و مثلا اعضای خانواده‌مون زن دیدم، از نزدیک میشناسمشون، که گفتن که دارم پول جمع میکنم که جدا بشم، دارم جدا نمیشم چون هنوز پول جمع نکردم، دارم فکر میکنم چجوری میتونم این کار بکنم. به همین خاطرم هست که همونطور که تو گفتی مسئله استقلال مالی و بعد این
مبارزه با همه این ترس ها برای اینکه بتونیم خودمون از اون وضعیت بکشیم بیرون و یه منبع مالی در نهایت برای خودمون درست بکنیم، یه درآمدی برای خودمون درست بکنیم، انقدر مهم میشه. در مورد کمالگرایی یه چیز جالب به ذهنم رسید که بگم، که از کارهایی که من خودم کردم به شکل فعالانه ازش دوری میکنم. من خب مثلا خیلی وقت پیش میدونم که مثلا ویدیو برام ضبط میکنی فلان چیزو بگی، بعد میگم لایف. من اگر قبلش ویدیو ضبط کنم و امکان دوباره دیدنش رو داشته باشم، اون کرم پرفکشنیست کمالگرایی میاد میگه دوباره ضبط کن، تو پوز زدی، یه مثلا لایف باشه بگیم و بریم تمام شه. یا مصاحبه باشه، تو مصاحبه است دیگه، میگیم میره تمام میشه، من نمیتونم بگم اینجاشو درست میکنیم اونجاشو درست میکنیم. یعنی فعالانه میگم میبندم، مثلا نمیخوام اون اتفاقه برام بیفته. من در مورد زنان وقتی که در مورد ترس از شکست گفت یه نکته به ذهنم اومد، چون غالبا به زنها گفته میشه که بشین بچه تو نگه دار، زنها اصلا مال این کارا نیستن، بشین تو خونه، بشین سر خونه زندگی شوهر تو نگه دار، اینا این ترس برای زنها بیشتره، چون که زنها باید ثابت بکنن که میتوانستن. اینجوری نیست بگه که بعضی از من با ما میدارم شرمایداتون رو به باد دادم، چی یه کامپانی ساختم اون نشد هیچی. بسیاری از پولدارترین مردهای جهان زندگی نامه هاشون درباره اینه که چند بار شکست خوردن، ولی هیچکس چون قرار نبود اون چیزی رو به کسی ثابت بکنن. اون غالبا زنها آرام ببینه من نه، من بچه داری و خونه داری کار من یه کار دیگه هم بلدم، یا به هر حال با این شرایط با این چی کار کنیم، با این چه جوری برای خودمون این رو حلش کنیم، چون حالا در جهان بیرون که ما سعی می‌کنیم تاثیر بذاریم، ولی اون تاثیر امروز و فردا و پس فردا که حل نمیشه، تو جهان خودمون چی کار کنیم. این اونجاییه که سوالتم خیلی سوال خوبی اکچولی نوشتم که الان بگم. ببین ما استقلال فقط استقلال مالی نیست، استقلال عاطفی و استقلال عاطفی برمیگرده به حرمت نفس من، به اعتماد به نفس من، به اینی که به هویت من، آیدنتیتی. ایموشنال ایندیپندنس یا استقلال عاطفی برمیگرده به اینی که من میگم که من این کار کوچولو رو انجام دادم پس بعدیرم میتونم. یعنی بازم چیه؟ یعنی من باید شروع کنم به اقدام. یعنی چی؟ یعنی بعد همشون به هم وصله ها، میبینی؟ بعد به باورهای محدود کنندم، به تعداد زنهایی که شکست خوردن بیشتر زنهایی هست تو تاریخ که تلاش کردم و نتیجه گرفتن. من الان اسم این فیلمه یادم نمیاد، یه فیلمی بود که در اتفاقا اسکار هم فکر کنم برد، راجب چند تا زن سیاپوس بود که در ناسا رفته بودن و از خیلی کار پایین هم شکر. یادم رفت، حالا یادم افتاد میام زیر این پست مینویسم. و ببین اصلا یعنی میخوام بهت بگم که تو من الان دارم یه سریال جدید نگاه میکنم، Lessons in Chemistry، که ببینی خیلی جالبه. و وقتی تو اینا رو میبینی، تو صدای منو داری سمانه؟ آره. وقتی تو اینا رو میبینی متوجه میشی که بابا تو حالا اصلا نمیخوام دیتیل برم، ولی توی مجلس سنای امریکا تو همین چند دهه پیش دستشوی توالت برای خانم‌ها وجود نداشت. یعنی اصلا ما نباید فکر کنیم ما تو فقط تو ایران اینجوریه. همه جای دنیا زنها عقب بودن، ولی تو ایران خیلی ما داریم بدتر عقب میریم. من اینو قبول دارم. منتها ببین، ما رو میتونن در دنیای بیرون این لیوانو از من بگیرن، ولی تصوری که من لیاقت این لیوانو دارم رو نمیتونن از من بگیرن. نستن که رو کرم به عنوان یک زن آزادم و میتونم هر کاری بکنم و کسی نتونست از من بگیره. چرا؟ اولاش خیلی بد بود، من یه ازدواج خیلی بد داشتم، برای که از اون یوق طلاق اصلا، یعنی و اگه الان یه جایی هم که سفت و محکم میگم، ببین فکر نکن چون زنی این اتفاق داره به میفته، بدون که چون یه سری باور محدود کننده اینجا داری، داری این اتفاق راحت تر بهت اعمال میشه. مهم اینه که من بگم که این یه قانون بیرونیه، ولی آیا من این قانون میپذیرم؟ حالا نمیپذیرم پا نمیشم برم با همه بجنگم که، نگاه کنم من در راستای نپذیرفتن این قانون بر خودم میتونم چیکار کنم. من همیشه میگم ما برای اینی که از شرایطی بیایم بیرون، توی شرایطی با شرایط کنار بیایم، دو تا راه داریم، یا بریم تو قالب قربانی یا بریم تو قالب انتخاب کننده. من انتخاب میکنم که الان که من چاره ای ندارم و تو این ازدواج بمونم، این کارا
میرم انجام میدم، ولی انتخاب میکنم قربانی نباشم. وقتی من قربانی هم کیم؟ میگم من نشستم حالا پول شوهره رو بگیرم یه تو زیر یه دوشکی بذارم پولم رو اینجوری جمع کنم. ولی وقتی انتخاب گرم چی؟ من نگاه میکنم از امکانات فعلی سمانه جان، از همین امکانات که الان دارم، همین بودن تو این شرط فعلی، چه ریسورس فول میتونم باشم، چه جوری میتونم استفاده کنم در راستای رسیدن به اهدافم. آیا تو این بازه قرار چاقو بزنم کله شوهرم؟ نه ویندیکتیو انتقام جو باشم. من قرار ببینم چی به درد من میخوره، من چه جوری میتونم زندگیمو بهتر ببرم. من قرار نیست همش بگردم به همه بگم نگاه کنی من چقدر بدبخت و قربانی ام، ببینید چه بلایی داره سر من میفته. سمانه جان این واقعا رمز شکست 99% زنان ما سرزمین ماست که خودشون توی شرایطی اینجوری مثل باطلاق نگه میدارن، بجای که بگن که ببین شرایط بد، آره داره به من ستم میشه 100%، ولی من چیکار میتونم الان بکنم و اون کارهایی که میتونم بکنم چند درصدش در راستای باورهای محدود کنندم، چند درصدش نیست. ببین چیزا که دارم میگم خیلی آسونه گفتن. دم شدنیه. آسون ترین کار اینه که من بگم نمیشه، من زنم، من داره در حقم اچاف میشه، دسته تموم شد. بابا عمرمه داره میگذره، زندگیمه داره میگذره. 10 سال دیگه برمیگردم نگاه میکنم هنوزم که داره اچاف میشه، توزه بدتر شده که بهتر نشد. میدونی؟ حوزه امن نیست اونجا. سامانه جا. اونجا حوزه زجره، اونجا جهنم مطلقه. من اول باید بپذیرم. اولین قدم چیکار کنی برای اینکه بخوام بپذیرم؟ اولین قدم اینه که آیا من میخوام تغییر ایجاد کنم؟ همون سوالی که ما گذاشتیم اون زیر. آیا میخوام از خودم امنم بیام؟ اصلا میخوام؟ اصلا باید بیام. یه سوال دیگه، اصلا میشه تو همون حوزه امنمون بشینیم و انتظار تغییر داشته باشی؟ نه نمی. اون که شدنش که نمیشه، ولی میشه تو اون حوزه امن بمونی. ولی 10 سال دیگه وقتی برمیگردی عقب، نه اجازه قُر داری، نه اجازه ناله داری، نه اجازه قربانی بودن داری. چون خودت انتخاب کردی. یعنی من میگم ما برای هر تصمیم باید مسئولیتشو بپذیریم. خب اولین قدم برای که از اون حوزه امن برای که شروع بکنم، من یه زنی هستم که امروز تصمیم گرفتم شروع بکنم، من میخوام کار بکنم، چیکار کنم؟ چرا؟ اولین قدم پیدا کردن چراییشه و چرایی مهمترینه، به خدا بالای 80%. چرا من میخوام کار کنم؟ چرا من میخوام مستقل شم؟ چرا میخوام مستقل شم؟ استقلال یعنی چی؟ چقدر پول اسمش استقلاله و چرا میخوام مستقل شم؟ چرا میخوام این شرایط بیام بیرون؟ یعنی من همیشه اصطلاح میگم اون برنینگ دیزایر، اشتیاق سوزان از اون زیر دری بیرون. چرا؟ خب من همین مسئلهش به نظرم دقیقاً اینه که اون سرکوب شده به شکل تاریخی. یعنی به خاطر همین این نکته که تو میگی برای من خیلی جالبه. اون چراییه تو خودت میگی که خب که چرا تو آدم دیگه، چرا تو تخصص دیگه ببینی، روابط اجتماعی تو گسترش بدی، نمیدونم استقلال داشته باشی، خودت بتونی برای خودت تصمیم بگیری، برای درآمد تصمیم بگیری، بتونی مشارکت داشته باشی در زندگی که داریم که، و حالا هزار و یک چیز دیگه. ولی انگار اینها ممکنه اصلا برای خیلی اینطور باشه که ناخوان نیازی به اینا ندارم. اون که یه گروه دیگه، وقتی یکی میگه نیاز ندارم، تا مادامی که کسی خودش نخواد تغییر ایجاد کنه، هیچ کس دیگه نباید براش کاری بکنه. حتی نباید فکر کنه بهش. فراموش کن. ما انرژی رو باید بذاریم برای کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه. کسی که میخواد تغییر رو ایجاد بکنه. کسی که میخواد تغییر ایجاد کنه، یه جمله گفتی من اینو نمیپذیرم. اونم اینه که ما به طور تاریخی سرکوب شدیم. اگه شدیم پس این دختران جوانی که نسل دهه 80 چطوری مگه اینا سرکوب نشدن؟ چطوری؟ نه چرا اینا سرکوب شدن؟ اما سرکوب شدن به این معنی نیست. بالاخره در برابر هر سرکوبی یک براشوبیدنی هم وجود داره. اون نیروی سرکوب که دانشی هم وجود داره. اون نیروی سرکوب که نشسته بگه که نه من مثلا اکس و ایگرگ رو سرکوب نمی‌کنم. اون نیروی سرکوب بشه که همیشگی وجود داشته و اون داره کار خودش رو می‌کنه. اما در کنارش اونها هم اومدن میگن که نه من اینو نمی‌پذیرم. من هم در برابر سرکوبی که تو برام می‌کنی من هم باهاش مقابله می‌کنم. پس این تاریخ به همه اعمال نمیشه، به کسی که میخواد اعمال میشه. من نکتم اینه. من میخوام اجازه بدم اون سرکوب بیرونی روی بدنم اگه اعمال میشه روز مغز اعمال بشه، من باید خودم اجازه بدم. ببین اینو ما خیلی
اینو باید بپذیری که من انتخاب میکنم که قربانی با هم باهات گفتگو دارم، نه من الزاماً اینو نمیپذیرم. مثلا من با خودم فکر کنم مثلا نمیدونم مادر بزرگ‌های ما که مثلا در 13 سالگی ازدواج کرده بودن تا 15 سالگی تا مثلا 20 سالگی 5 تا بچه داشتن و مجبور بودن مثلا روستاشون کار بکنن، خب اونها بالاخره سرکوب قربانی حتی انتخاب دیگرشون همون کاری بوده که میکردن. من متاسفانه فقط یه اینترنت دارم و امکان عوض کردنش رو ندارم. نمیدونم چجوری باید چی کار بکنم. چون هی به من داره میده، هی داره به من الارم میده که سمانه اینترنتش ضعیفه. هی میچرخی. من فقط گفتم بپرسم. اما تو صدای منو میشنوی و تصویرم میده. الان برگشت. ببینید من این مادر بزرگا و اجدادمون اینا رو متوجهم. ولی ما الان راجع به اونا صحبت نمی‌کنیم. آره خب نه همون در مورد زنی که امروز داری صحبت می‌کنیم، اون سیستم مثلا زنی که در ایرانه که اون سیستم داره کار خودش رو می‌کنه، اون سیستمی که داره سری مثلا اون امتیازی که منی که اینجام دارم تو که در کانادایی داری یا یه زن مثلا طبقه متوسطی که در تهران داره، مثلا اونو یه زنی که تو بلوچستانه که نداره، اون یک ابزارهای دیگری باید داشته باشه. آره ما زنی که در بلوچستانه با اینکه خیلی داریم وایلد صحبت میکنیم این درست نیست، خیلی داریم در یه گستره صحبت ما اون زن رو با خودمون نمیتونیم مقایسه، ما اجازه همچین کاری نداریم. من میتونم نهایتا خودم و شرایطم با کشور تو مقایسه کنم، ولی ما داریم راجع به اونجا صحبت کنیم. ولی در عین حال که ما داریم در مورد یک زنی که تو بلوچستان صحبت میکنیم، من دختری هم تو بلوچستان میشناسم که داره متفاوت برخورد میکنه. آره شدنی. البته اما همچنان اینطوری که اون دختر سرکوب نشده، اون دختر سرکوب ندیده باشه، اون دختر سرکوب رو دیده اما در برابرش یک انتخاب آره. دیگری باشه. مرسی همینه. بعدش هم اگر که میخوایم راجع به راهکار صحبت کنیم باید گستره رو پیدا کنیم. ما داریم راجع به کی صحبت بکنیم؟ راجع به زن این جنرال در کل جهان هستی، راجع به فقط زنان ایران داریم صحبت کنیم که توی اونجا دارن مقیم، برای که این حس بیارزشی یا یه چور دیگه به بقیه ممکنه بده. بحث من اینه که هر زنی که الان توی ایرانه به هر دلیلی مطمئنن زیر سرکوب، در این شکی نیست، ولی سرکوب اینجایی کسی رو کسی نمیتونه سرکوب کنه، اینجا رو کسی نمیتونه سرکوب کنه، بالا بری پایین بیای. همین الان من اصلا با لغت موفقم مشکل دارم که بگیم زنان موفق، اصلا موفق یعنی چی؟ ولی کسی که به نظر من کسی که بتونه با محدودیت هایی که تو ذهنش توسط بقیه به وجود اومده بتونه مقابله کنه و یه حرکت متفاوتی انجام بده، آدم موفقه. خب پس اولین قدم این شد که از خودمون بپرسیم چرا میخواهم. من میخواهم شرایطم رو تغییر بدم، میخواهم برم یه کار جدید شروع بکنم و بله. خب حالا که من اینو میخواهم، گفتی اولش باید اون شعله اشتیاق رو روشن کنیم و با چرایی. چگونگی اینقدر مهم نیست، چراییش مهمه. خب با اینکه چگونگی میاد وقتی من نتونم ببینم، مثل که مثلا من خیلی گشنه باشم، خب یا مثلا بذار یه چیزی بگم که دیگه اصلا بهتره کنه. ببین من الان به تو میگم که به یه هر زنی میگم که آقا مثلا تو بالا سر یه ساختمون بلندی 12 طبقه، من به تو میگم بیا من به تو $50 میدم به پر روی یکی ساختمون، میگه برو بابا خدا عمرت بده خیر به دیوانه ای دختر، میافتم میترکم دور از جون. خب ولی همین الان فرزند تو رو میذارم اونجا تو آتیش، تو اصلا منتظر $2 میلیون چرا؟ چون چرایی برات خیلی بزرگه. من تا مادامی که اون آتش اشتیاق سوزان یعنی اون چرایی که نذاره من بشینم. خب چرایی همونو چی کار کنیم؟ بشینیم چرایی همونو بنویسیم چی کار رو کنیم؟ ببینیم من اول به تو یه چیزی بگم. الان که ما داریم دوتایی با هم حرف میزنیم و یک شرایط ساختگی رو تو ذهنمون گذاشتیم، این ممکنه به همه
تعمیم داده نشه اپلای 100% اپلای نمیکنه. کاری که ما داریم میکنیم کاریه که من بازارگرمی نمیکنم ولی دارم بهت میگم، کاری که من تو کوچینگم تو 6 ماه میکنم. اگه الان مخاطبین ما متوجه نمیشن یه جای برشون چرا الان من سوال کاملا طبیعیه، شما قرار نیست توی لایو یه ساعته کل زندگیتون رو چرایشو درارین بگین تموم شد. این اسمش instant gratificationه، یعنی که دلم میخواد زود همه چیز حقم و شدنی نیست. ما فقط داریم یه سری لامپ روشن میکنیم، شما قراره بهشون فکر کنین، برین راجع بهش بنویسید، بیشتر روش تأمل کنین، فقط همینه. ما با چرایی نوشتن چرایی و اینم نیست که 5 دقیقه بنویسم پاشم برم تموم شه، شاید من روزها برم و بیام یه علامت بیرونی بنویسم روزها در رنج و عذاب باشم از شرایط فعلیم، از ازدواج، من نداشتن پول، از هر چیزی، ولی بیشتر از این که به اون رنج تمرکز کنم به چرایی که میخوام از اون رنج بیام بیرون تمرکز کنم و بنویسم من میخوام بیام بیرون چرا 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 و بعد ببینم کدومش برام مهمتره و ببینم که من الان با کدومی که از این چرایا مثلا همونی بچه‌ای که روم باره دیگه مون اصلا چراییه که دیگه میگه اصلا فراموش کن ها؟ کدومش که برام تایم سنسیتیو تر، یعنی از نظر زمانی برام مهمتره، ضرورت بیشتری ایجاد میکنه. بعد ببینم که وقتی اونا رو نوشتم حالا بگم من از چی میترسم. پس چرایی همون رو داشته باشیم و ترس همون رو ترسامونو بنویسم ببینم چی مانعمه. بازم میگم تو این بازه با کسی صحبت نمیکنم چون وقتی من میرم با سمانه صحبت کنم سمانه ترسای خودشو به من میگه، خودشم به من میده. چرایی هامو مینویسم، ترسامو مینویسم و گفتی که من میگم که ترسام چقدر واقعی چقدر غیر واقعی. آره، بعد به ترسام نگاه میکنم، مثلا من میترسم که قبولم نکنن، من میترسم به حالا ببینید یه بار دیگه امتحان میکنم مثلا دیگه. نه مثلا تازه جهنم هم نیست، آخرین باری که من درخواست دادم رزومم رو فرستادن و من قبول نکردن کی بوده؟ جهنم یعنی کجا اصلا حتی در این حد هم غلط باشه که اصلا کجا میدونه اصلا جهنم کجاست؟ اصلا تو ببینید که اصلا من برای جهنم اقدام کردم اقدامی نکردم که ها؟ اول اصلا این آخرین باری که تو ریجکت شدی رد شدی کی بوده؟ مثلا به من میگن آره من تا حالا یه عالمه کار اپلای کردم. خب چند تا؟ 7 تا. خب برای خب تو این 7 تا کار، مثلا دارم بهت میگم تو این 7 تا کار چند بار رزومتو بر اساس اون جاب دیسکریپشن که مثلا تو عوض کردی؟ هیچی. یه دونه رزومه برشی به همه دادی؟ مگه میشه هم چیزی؟ از دلیل ریجکت شدنت یک کاری بوده که نکردی، نه اینکه شرایط واقعی تو. حتی تو این جاب مارکت بد نمیگم بد نیست و هست، بعد مثلا تو جاب مارکت خوب میگن برای هر 10 تا رزومه ای که میفرستی خوب مرتب کاور لتر درست کن. حالا من بر اساس شرط بیرون از ایران دارم میگم، ممکنه 1 تا 2 تا اینترویو بگیری در بهینه ترین شرایط. خب وقتی یکی 7 تا فرستاده مگه اینترویو میگیره؟ مصاحبه میگیره؟ نه. پس این توقع درست میگم، پس توقعاتمون هم باید واقعی باشه. اصلا توقع این که ما از تو 7 تا اپلای کردن مصاحبه گرفته باشیم یک توقع غیر واقعیه، درست میگم؟ تازه دقیقاً تازه اون اپلای که کردی، ببین دوستان من الان دارم میگم شما ببرین تو مثالای ذهنی خودتون که الان تو اون چرایی و ترساتون نوشتین ببرید اونجا، دقیقاً قرار نیست این باشه. مثلا یکی میگه من که نمیخوام دنبال جاب بگم حالا، ولی مثلا تو برای کجاها فرستادی؟ میگه فلان جا و فلان جا. میگم خب آخه اینا که اصلا فیلد تو نیستن، احتمال اینکه اینا تو رو بگیرن کمه. یا اگه فرستادی قبلا تو لینکدین باشون کانکت شدی؟ نه، مثلا لینکدینمو درست نکردم. خب عزیز جانم الان دیگه اخیرا تو خارج از ایران الان یک ده هست که فقط اول میرن لینکدین رو چک میکنن. ببین یعنی کلیدو اصلا نذاشتی درست باز شه. پس چی شد؟ وقتی چرایی می‌نویسیم ترسامون، بعد میریم سراغ فکت‌ها، عافیت باشه، واقعیت‌هایی که اون ترسا رو ساپورت می‌کنن. یعنی ترسات ولیدن، معتبرن و درستن. آقا من همین الان میگم بالای 90% این ترسا به هیچ واقعیتی بر نیست. اوکی. پس چراییامونو می‌نویسیم، ترسامونو می‌نویسیم، ترسامونو بررسی می‌کنیم. کدومشو واقعی، کدومشو غیر واقعی. غیر واقعی‌ها رو که می‌ندازیم سخت آشغال. 4 تا ترس واقعی مونده. اونا 4 تا ترس واقعی داره. حالا میگیم که خب من چراییم چقدر داره منو میسوزونه. مثلا من ترس واقعی مینه که اگه از این ساختمون بپرم اون ساختمون ممکنه بیفتم پایین. ولی آیا من حاضرم این ترسو بپذیرم ولی برم بچه‌مو نجات بدم؟ 180. اوکی. یعنی یک درجه از ریسک پذیری و دیگه اونجا لازم باید داشته باشه. برای مواجهه با اینجا الان جمله سیگنیچر خودم بدم خیال همه راحت.
دنیا محل عدالت نیست. ما تو دنیا نیومدیم یکی ما رو پیش پیش کنه همه چی خوب پیش بره. نه تنها این نیست، بلکه دنیا جاییه که پر از رنج، پر از بی‌عدالتیه، پر از اتفاقات بده. من سلماز الان همه از من متنفر میشن، ولی اینو باید بگم، اینو باید بپذیرم. قبل از مرگم به تعداد آدمهایی که رو کره زمین میشناسم میتونم تجربه مرگ عزیزامو تجربه کنم. وقتی من اینا رو میبینم به این راحتی نیست، اگه ببینم خب مسلما با اون مرد رنگ میکشم، ولی حداقل دیگه از اون قالب نمیان که چرا سر من این اتفاق افتاد. خب چرا نیفته؟ کی به تو گفته؟ برای همه میفته. تو را چشت رنگین تره، خونت سرخ تره، چرا نباید برای تو؟ یا مثلا دیدی یکی مثلا یکی میشتم مثلا فلانی سکته که، من نمیگم سکته چیز خوبیه ها یا بعد بیفته، ولی آخه میخوام ببینم ما اکوی وای خاک تو سرم، دیدی فلانی سکته که ازم تا حالا داشته قلبش کار میکردی، کسی گفته وای خاک تو سرم دیدی قلب این داره کار میکنه؟ خیلی خیلی این نگاهی یک نگاهی اصلا نه، یه لول واقع بینانه. آخه باید اینجوری نگاه کنیم دیگه. آخه مگه من این تایتل من به دنیا اومدم همه جهان هستی درست کار کنه؟ آره این دور فکر میدونست. پاش شدن به تعداد این همه بدن من که داره زحمت میکشه کار میکنه، تیکه تیکه تشکر کردم، این دستی که بلند میکنم، کلامی که دارم، اصلا هیچ گریتفولنس دارم، شکرگزاری دارم، ولی به مجرد که چیزی میرزه به هم، بعد ببین سامان جان چه اینا دارم بهت میگم، اینا از شکم سری نیستا، به مجردی که من شروع میکنم به دیدم و از روی توقع داشتن، ای من تلاش کردم دو روز نشد فلان، میارم رو شوک گذاری، میارم رو گریتفولنس، 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 شوک گذاری، قدردانی بابت آنچه که دارم. بعد از اونجا توقعم از جهان هستی بابت اینی که همه چیو همونجور ببره خیلی میاد پایین، چون متوجه میشم من اصلا این تایتل نیستم، من به دنیا نمیدم همه چی بر من فراهم باشه، همچی چیزی نیست، میدونی؟ من به دنیا نمیدم دور بر من پر از، اصلا کی گفته جبر جغرافیایی؟ وقتی اینا رو میپذیرم دیگه اون وقت خیلی راحت تر برای که برم به سمت جلو. بعد برای اینی که شکست بخورم خودم آماده میکنم. آفرین سلماز، خیلی کیف کردم. برای این که آخ این چیز کنیم، همچنان خط فکری رو حفظ کنیم، چرایی این که میخوام شرایطمو تغییر بدم، میخوام یه کار جدید شروع بکنم، مینویسم ترس ها رو، مینویسم ترس های غیر واقعی و واقعی رو تقسیم میکنم، غیر واقعی ها رو میریزم دور، واقعی ها رو یا فکر چاره میکنم یا همینه که هست باهاش روبرو بیاد بشم، کنار میشم، چون بس فکر کار یه سری ترس ها رو میشه دنبالش فکر چاره بود. مثلا من از من میترسم برم یه کشوری که مثلا با یه کمپانی که مثلا به زبان آلمانی کنم، خب میرم یا آلمانی یاد میگیرم یا مترجم آلمانی استخدام میکنم مثلا، یا یه یعنی یه چاره ای براش میشه. یا میپذیرم آره. من برای اونجا اپلای نمی کنم و ممکنه 5 سال دیگه حسرت بخورم، ولی میپذیرم که رنج اون حسرت رو خواهم پذیرفت، به خاطر اینی که رنج یادگیری زبان آلمانی رو نخواستم بپذیرم. ببین مسئولیت خودم میپذیرم، آگاهانه مسئولیتشو میپذیرم. ببین بعد یه چیز دیگه هم اینجا الان یادم افتاد که همون اول کار بعد میگفتم، ببینین یه واقعیت وجود داره که رنج اقدام کردن خیلی 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 کمتر از رنج بودن در رنج و در شرایط نابهنگام و ناراحت کننده و عذاب. نمیتونم بگم این جمله رو چقدر با گوشت و پوست و استخونم، یعنی بارهایی که اومدی بیرون، بعد که میای بیرون میگی ایفا دردشم اونقدر زیاد نبوده، من احمق بودم دو شرایط رو داشتم رو به وقت تحمل میکردم. آره رنج عقب انداختن، رنج اهمال کاری ثابت شده، تحقیقات نشون داده که 10 برابر بیشتر از رنج اقدامه، 10 برابر بیشتره. ما فقط بعد مطلب اینجاست که به خاطر اینکه مثلا ببین این کسی که مثلا من خیلی وقتا کلاینت هم به من میگن آره مثلا تکسام و کارهای مالیاتی من انجام ندم، میگن it's eating me alive، یعنی داره من زنده زنده میگونی. بعد بهش میگم خب همشو انجام نده، امروز برو اکسلشیت رو واکن، یه خطشو بنویس. ببین یعنی وقتی برمیگرده میگه ببین نمیدونی چقدر سبکم، میگم چرا؟ میگه هفته پیش 2 خط تکس انجام دادم، 2 خط. وقتی به خودش ثابت کرده پس میشه، سختیش از بودن تو آتیش کمتره. ببین واقعا مثل اینه که تو این بر ساختمون وایسی ببینی دورجون عزیزت اونور داره میسوزه، دقیقا همین کارو بخونم. هر روز تو با این فانفان با این تصف شبها با این میخوابی که وای برای اون آتیشه هیچ کاری نکردم، صبح با این فکر بیدار میشه که وای امروز دوباره باید بشینم اون آتیشه رو نگاه کنم، یه بار خاموشش کن تمام شه بره.
حالا خیلی آسونه برای من تو بگیم برو خاموشش کن تمومشو بره. آره. برمیگردیم عقب. اتفاقی که با خاموش نکردم میفته چیه؟ اولین اتفاق اینه که من به خاطر اینه که آردی اعتماد به نفس و عزت نفسم پایینه کار انجام نمیدم و به واسطه انجام ندادن تو حوزه انفعال بودن بیشتر به خودم حس گناه میدم و این حس گناه خیلی خیلی فلج کننده تر از همون حس اولیه است. یه موقع اصلا من میگم من تا حالا کسی ندیدم که بگه با من نمی کنم همجوری هم خوبه به جهنم بدره. کسا من ندیدم. همه میگم با خاک تو سرم من چرا خاک تو سرم من چرا نکردم. بدتر فلجت میکنه. انگار زانوت یه مثلا درد میکنه تو هر دفعه با یه چکش میزنی خاک تو سرت که تکون نمیخوری. پس ببینید علت اینه که ما داریم راجع به خارج شدن از حوزه امن صحبت میکنیم اینه که حوزه امن فقط اسمش یه گولزنکی که من واقعا بدم میاد از این کامفورت زون. کجاش کامفورته؟ همش رنجه. و اون حس گناه، حس شرم از خود، حس که من به خودم میگم چرا بیورزه بیولیاقتی چنین کار میکنی، انقدر بزرگتر از حتی یک قدم به جلو رفتنه و انقدر آسیب زننده تره که اگه به اون نگاه کنیم متوجه میشیم داریم با خودمون چی کار میکنیم. میدونیم؟ عالی. فقط اینه که ببینیم و این لایو مسلما یک کلید نخواهد بود که همه گرای درهای قفلای زندگی رو باز کنه. اگر از مکالمات ما دوتا دو نفر یه چراغی اومد جلوشون روشن شد که بابا شاید اینا واقعا باور محدود کننده است، شاید من بتونم یه حرکت متفاوت بکنم، بذار من امتحان کنم، من راضیم، بذار من فقط یه کوچولو امتحان کنم. آره اتفاقا من هم همیشه میگم، میگم که توی این کلی تو فضای مجازی خیلی به این باور دارم، مگر اینکه حالا این فضاهای فضاهای کوتاه یک ساعته یک دقیقه یه این ویدیوهای کوتاه همیشه میگم بیا سرنخه دیگه، سرنخه رو دادیم بهت دیگه، باید خودت بری به اون مقاله، تو یه چراغی دادیم دیگه، باید بقیه‌اش رو خودت بری به جوری. آره یعنی در واقع دقیقاً این سرنخ رو که دیدی دیگه نرو تو سرنخ بعدی دنبال یه چیزی بگرد. آره همینو بگی ببین تشبیه بیرون از اینجا بیا بیرون برو یه کاری بکن. می‌دونید من خیلی وقت با کلاینتا میگم خب بعد چیکار کردی؟ میگه هیچ چیزی، رفتم توی پیج فلان کسا که این چیزی. آره الان نرین پیج من و پیج سلمازو بجورین. نه دارین این آفری که باید بکنیم. آره ببینیم بودن دریافت آگاهی در یه حدی لازمه، بعدش عمله. عمله. مرسی مرسی سلماز، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی کیف دار. من اینجوریه که لایو همون همیشه اینجوریه که میگه مثلا دیگه حوصله مخاطب کمه چند دقیقه یه جمعش کنیم، من هی نام کنم اینا، خب تعداد مخاطب داره میره بالا همینجوری که داریم صحبت میکنیم. عزیزانی که یا اصلا ثابت مون، عزیزانی که اومده بودن لایو ببینن موندن، من خودم خیلی مشتاق بودم جورم که نه حالا دیگه مثل اگر حرف خوب باشه مثل که حوصله مخاطب هم میاد. اگر که لطفا پرسشی دارین، پرسش هایی دارین، پرسشات رو کامنت بکنین که بعد میام سراغتون. زحمت میکشن سلماز جان میان جواب میدن، من اگر نکته‌ای داشتم میتونم صحبت کنم. مرسی مرسی از همتون. سلماز جان خسته نباشی، ممنون از تو که امشب کنار ما در شاران بودی. خواهش میکنم. ممنون از همه دوستان، دمتون گرم که وقتتون رو برای یه چیزی میذارین که براتون ممکنه مفید باشه. آفرین بهتون. مرسی مرسی سلماز، شب خوب و روز خوبی داشته باشین همتون. خدا خیر. خدا خیر.